متحدان فرانسه امشب در پاریس در یک شام کاری راه‌های حل بحران سوریه را بررسی می‌کنند. در این نشست که پس از دیدار چهار جانبه روز جمعه وزیران خارجه آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی در وین برگزار می‌شود، نمایندگان روسیه و ایران حضور ندارند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، از کسانی که در این نشست هستند بگو و اهدافشون چیه؟ بله، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه امشب توی یک شام کاری میزبان نمایندگان عربستان سعودی، امارات، اردن، قطر، ترکیه، آلمان، آمریکا، بریتانیا و همینطور ایتالیا است و همونطور که قبلا هم اعلام شده بود و هم گفتی روسیه و ایران حضور ندارن. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم به این نشست نیامده و تونی بلینکین معاون وزیر خارجه این کشور ریاست هیئت آمریکایی رو به عهده گرفته. به نظر نمیرسه که این نشست در سطح وزرای خارجه باشه کاملا، چون وزارت خارجه بریتانیا هم گفته بود که فیلیپ همون در این نشست حضور نداره. پاریس بعد از اینکه هفته پیش از نشست چهار جانبه‌ای که در وین برگزار شده بود کنار گذاشته، حالا تلاش میکنه که به عرصه بازیگران اصلی حل و فصل بحران سوریه بازگرده و تو این شام کاری که تو ادامه دیدارهایی که متحدان اصلی فرانسه برای حل و فصل بحران سوریه با عنوان دوستان سوریه از ابتدای شکل گیری جنگ داخلی سوریه برگزار میکنن، تلاش میکنن که راه‌های آغاز یک گزار دیپلماتیک رو بررسی بکنن. لوران فابیوس توی بیانیه‌ای که داده بود در مورد این نشست گفته که توی این نشست طرفین سعی می‌کنن این گزار دیپلماتیک به شکلی باشه که در واقع سوریه یک پارچه و دموکراتیک رو داشته باشن در عین احترام به حقوق گروه‌های مختلف و همینطور مبارزه با تروریسم هم رو در کنار خودش داشته باشه. فرانسه از طرف دیگه تلاش می‌کنه تا پیشنویس یک قطعنامه‌ای رو به شورای امنیت ببره که مانع استفاده رژیم بشار اسد از بمب‌های بشکه‌ای میشه، بمب‌هایی که توش مواد مختلفی مثل TNT و میخ و براده‌های آهن و مواد اشتغالزاست و وقتی که از هوا به سمت مواضع مختلف شلیک میشه خسارات خیلی زیادی داره. اما به نظر نمی‌رسه که روسیه اجازه تصویب چنین قطعنامه‌ای رو در شورای امنیت سازمان ملل بده. یکی دیگه از موضوعاتی که فرانسه به عنوان سیاست خودش از اون نام میبره اینه که بشار اسد باید ابتدا کنار بره و بعد راه حل‌های مختلف بررسی بشه و اینکه بشار اسد نمیتونه بخشی از راه حل بحران سوریه باشه. این چیزیه که در واقع به عنوان یکی از مشکلات و اختلاف‌های اصلی در این مرحله از گفتگوهاست. نیلوفر، من فقط خیلی سریع این خبر رو بپرسم که دقایقی پیش خبرگزاری اسوسییتد پرس منتشر کرده یک خبر یه خطیه. میخوام ببینم تو که اونجا هستی آیا هیچ خبر تکمیلی دریافت کردی؟ اینکه خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته که برای اولین بار ایران دعوت شده که در گفتگوهای بین‌المللی درباره آینده سوریه شرکت بکنه. جزئیاتی اونجا منتشر شده؟ چیزی که میدونیم اینه که آقای کری در جلسه ای که روز جمعه برگزار شده بود در وین اعلام کرده بود که قرار یک جلسه دیگه روز جمعه برگزار بشه. یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم امروز گفته بود که این جلسه احتمال برگزاریش در روز جمعه زیاده. توی گفتگوی که آقای کری قبل از این برگزاری جلسه دوم داشت، اشاره وقتی ازش در مورد ایران پرسیده بودن رد نکرده بود احتمال حضور ایران رو و گفته بود که این نشست بعدی که جمعه است قرار هست نشست گسترده تری باشه با حضور تمام کشورهایی که حضورشون ضروریه. به هر حال این امکان رو از قبل رد نکرده بودن ولی هنوز جزئیات بیشتری رو اینجا اعلام نکردن.